من تو 30 سال گذشته صدها نقطه از ایران رو دیدم، شمال تا جنوب، شرق تا غرب. افسون هستم، با من همسفر شو تا از طبیعت و آثار باستانی ایران زیبای ما دیدن کنیم. پس بزن بریم. در این سفر میریم به شهر اهواز در جنوب ایران. میخوام ببرمتون به مراسم غسل تعمید 4000 ساله که در دنیا بی نظیره. با من همراه شو. راهن سرتاسری ایران در سال 1928، یعنی حدوداً 95 سال پیش، توسط رضا شاه ساخته شد. در تاریخ 25 جولای 2021 راهن سرتاسری ایران با طول 1500 کیلومتر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ده ساعت در قطار بودیم، شب رو خوابیدیم و صبح زود به شهر اهواز رسیدیم. شهر اهواز مرکز استان خوزستان در جنوب ایرانه. اهواز پنجمین شهر بزرگ ایرانه که در دو طرف رود کارون واقع شده. مردم اهواز فارس، عرب و قشقایی هستند. یکی از جاذبه های اهواز 9 پل روی رود کارونه که چشمانداز بسیار زیبایی به شهر دادن. بعد رفتیم به یه رستوران خاص و خوشگل، صبحانه خوردیم. یه قایق سواری دلچسب روی رود کارون داشتیم. رود کارون با طول 970 کیلومتر بلندترین رود ایرانه و آب شرب شهر اهواز از این رود تأمین میشه. به اقامتگاه رفتیم و خوابیدیم تا فردا صبح به دیدن مراسم غسل تعمید بریم. داریم میریم به سمت محل برگزاری مراسم غسل تعمید مندائیان. در دین مندائی آب روان قداسته، به همین دلیل مراسم رو کنار رود کارون اهواز برگزار میکنند. مندائیان یا صائبین پیروان حضرت یحیای تعمید دهنده هستند. حضرت یحیای از حضرت مسیح بزرگتر بود و اولین کسی بود که به دستور خداوند نبوت حضرت عیسی را تصدیق کرد و حضرت عیسی را تعمید داد. یک دعا و نیایش انجام میدن بعد کنار خونه که میان و لباس دینی که رستاس میپوشن. این رسته لباس دینی هستش که از زمان تولد گرچه نوزاد میپوشه باش تعمیر انجام میده تا توی عقد و ازدواج
جسم و دوتا روح به هم پیوند داده میشن، این رو میپوشن و در مرگ هم این لباس و اون قضیه کفن هست میگوید اول تا آخر این کفن با مونه. ما هم یه همچین چیزی داریم. اولین پیامبران دین مندایی حضرت آدم و به ترتیب حضرت نوح، حضرت سام و حضرت یحیی هستند و کتاب مقدس اونها گنزا ربا نام داره. دین مندایی نزدیک به 4000 سال پیش ظهور کرد. از جمله شواهد اثبات قدمت این دین کتیبه های گلی و سفالی متعلق قرن 4 میلادیه که به زبان آرامی درباره مندائیان اطلاعاتی داده. مندائیان یکتاپرست هستند و دارای کتاب آسمانی، پیامبر، خط و زبان مختص خود هستند. در کتاب قرآن 3 از آنان به نیکی یاد شده است. این قوم دین خود را موروثی می‌دانند و دین اونها فقط به فرزندان منتقل میشه. گرویدن از سایر ادیان امکان نداره. اونها برای دینشون تبلیغ نمی کنن و به کسی اجازه ورود به آیینشون رو نمیدن. مندائیان آداب و رسوم خاص خودشون رو دارن. سالی 4 با گرفتن مجوز قانونی مراسم رو در کنار رود کارون احواز اجرا می کنن. هزاران سال پیش مندائیان به خاطر آزار رومیان از محل سکونت اولیه خود کوچ کردند. محل زندگی آنان منطقه حدود فلسطین امروزی کنار رود اردن بود. برخی از محققین معتقدند مندائیان آغازگر آیین غسل تعمید در هزاران سال پیش هستند. جمعیت مندائیان در تمام دنیا حدوداً 60000 نفر هستند و قسمت عمده آنان در دو طرف رود کارون زندگی می کنند. عروسی ما استارتش کنار بسیم روزخونه که ما میگیم یرلنا شروع میشه. عروس دوماد باید بیان با لباس پاک سفید اسمش رسته است. 2 هر کدوم تعمید میشن که هم لحاظ جسمی هم لحاظ به حساب معنوی آماده بشن برای مراسم اصلی حق که تو مندی انجام میشه. مندی با حکم به حساب اجید شما رو به حساب داره. ما میگیم مندی مندی به معنای علم به معنای ارکانه که تو اونجا مراسم به حساب اصلی نوعی تعهد معنویه، نوعی قسمه که متوجه به عروس دومار در حضور گنجورات بزرگ دینی مونه و مساعداش که دوتا روحانی بسیار دیگه است یه اتاق نمادین با نی درست میکنن. بانوان مندائی قبل از مراسم غسل تعمید در آب اوراد کتاب مقدس گنزا ربا را با همصدایی بزرگ دینی تکرار می‌کنند و بعد در آب روان غسل تعمید را انجام می‌دهند. مندائی 4 در سال غسل تعمید انجام میدن. 28 اردیبهشت که مراسم تولد حضرت یحیی هستش، 26 تیر که سال نوشون و تولد حضرت آدم هستش، 10 آبان عید کوچک هستش که ما الان هستیم. چون حالا با تقویم مندائی هستش شاید 1 عقب جلو بشه، ولی همیشه مثلا عمدتا ثابته.
و مراسم پنجه که در اواخر سال برگزار میشه، شبیه همون پنجشنبه آخر سال خودمون که عمدتاً 28 اردیبهشت 26 تیر ده آبان. همون تعمیدی که ما داریم تعمید میکنیم، داریم تعمید میشیم، حضرت یحیی حضرت مسیح تعمید داد چند سال قبل از میلاد، البته چهار سال پیش تعمیدی که ما داریم تعمید میشیم، حضرت یحیی ما را تعمید میکنن، حضرت یحیی حضرت مسیح تعمیدش داد البته 4000 سال و اندی. بله امیدواری موفق میشید شما، امیدواری همیشه سرفراز و سربلند میشید، سلامت باشید، امیدواریم خدا خبره تو قلبتان قصد بفرماید که تجربه داشته باشید و از بندگان خدا باشید. مرسی. لباسی که الان دایی از این پوشیده دقیقا همون لباس دینی ماست که بهش میگیم رسته، که میبینید در واقع از دستار شروع شده تا این همیانه بهشون میده، به کمربند میگن همیانه، پشم گوسپند سفید باید باشه، دقیقا هیچ چیز دیگه غیر از این نیست، یعنی اگر تار مشکی توش باشه نمیتونه استفاده بکنه هیچ عنوان، و از نخ کتان این کل لباس حتی دوختش هم نخ استفاده میشه، میسوزونن که ببینن نخ باشه، پلاستیک باشه نمیتونن استفاده بکنن، کل لباسش طبیعی همش طبیعی مثلی همکیشهای ما آماده میشه، بافتش همه چیز اگر هم سرد باشه در واقع در چیزی استفاده میکنه که باز هم از پشمه، نمیتونه خیلی از لباس اصلی اینه، این برای سرماست که اگه سایا استطاری هست که اگه خانم میدوار این در واقع چیزی دیگه این مهمی بسید قدیم مثلا عبا میذاشتن بلان عباسی که الان روحانه بین نظر سیاه اصلا خود لباس ما نیست، لباس ما پوشش کاملا طبیعیه و هیچ گونه چیزی مصنوعی توش نمیتونه باشه، پاک پاک باشه. لباس ما همین لباسی که الان پوشیدم توی مراسم تدفین هم همین لباس رو می‌پوشیم، برای بلند کردن ما چیزی که داریم میت در حالت احتضار که قرار میگیره که دیگه از پزشکی دکتر میگه دیگه چیزی نداره، قبل از اون بدنش رو تطهیر می‌کنیم، شما بعد از مرگ تطهیر می‌کنیم، ما قبل از مرگ تطهیر، قبل از مرگ یعنی بعد از اینکه بیمار شدن و نه همین که در واقع تو وضعیت در واقع خط امید باشه، اونایی که میتوانیم، اونایی که در حادثه اینا که مراسم دیگه براش درسته، اونا رو میتوانیم، حالا اگر خدا بهش عمری داد دو مرتبه به زندگیش ادامه میده و این تطهیر مشکلی نداره، درسته، لباس اون که میبینید لباس مخصوص رو میپوشیم، همون کفنی که شما میگید میپوشونیم و آماده میشه به دیگه دنیا، اگر تطهیر منظورتون همین شستشوه مثل مسلمونا؟ بله ولی شما میگم بعد ما قبلش و بعد از مرگ باز ما اون تابوت رو نه به اون صورت به سبک دیگه با نی و بردی داریم در واقع با همون لباس، و 4 نفر کسی که درجه دینی دارن، بزرگان دینی، نه بزرگان، کسی هایی که درجه دینی ما از اشکنده ها شروع میشن، قبلش هم حلالی ها هستن. میناکاری مندائیان بسیار زیبا، خاص و در دنیا بی نظیره. قدمت هنر میناکاری ایشان با توجه به ظروف برجای مانده از قرون گذشته 700 سال تخمین زده میشه که منحصرم توسط مندائیان انجام میشه. جنس این مینا از شیشه نیست، از فلزه و از ترکیب طلا و گوگرد و مس ساخته شده و مختص مندائیانه، و راز ساخت این مینا نسل به نسل سینه به سینه منتقل شده. در سال 1397 میناکاری مندائیان ثبت میراث فرهنگی کشور شد. طرح شتر، بلم، نخل مینای مندائی رو مزین میکنه که برگرفته از محل زندگی اونهاست. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.